سلام، امروز میخوام دال عدس بهتون یاد بدم. دال عدس آبادانی. میبینید که یه کاسه عدس قرمز نیاز داریم، یه پیاز، سیر، زردچوبه، خیلی کم دارچین، نمک و فلفل قرمز. برای این غذا شما نمیتونید از گوجه استفاده کنید، به همین خاطر باید از رب گوجه استفاده کنید و فکر میکنم برای این حجم عدس قرمز دو قاشق مرباخوری کافی باشه و یه کمی روغن و یه ظرف که جدا برای پیاز و سیر بتونید سرخ کنید و استفاده کنید. در واقع من سه قاشق غذاخوری روغن مایه ریختم. یه چیز دیگه هم که لازم داریم، یک عدد سیب زمینی، من یادم رفت بذارم توی ظرف، یه عدد سیب زمینی هم لازم داریم. من عدس رو شستم، بعد از اینکه چند بار شستم و آبش رو ریختم، حدود 1.5 برابر آب اضافه کردم و یک عدد سیب زمینی. و یه نکته اینکه نیازی نیست عدس رو بخیسونید. خب زیر گاز روشن میکنیم، شعله رو زیاد میکنیم تا جوش بیاد. درش رو نمیذاریم چون ممکنه که وقتی جوش میاد سرریز بشه. خوبی این غذا اینه که زود آماده میشه. ببینید توی این فاصله میتونیم پیاز رو یا رنده، حالا با رنده درشت رنده کنیم، یا اینکه از غذا ساز استفاده کنیم و پیاز رو ریز کنیم. بهتره که پیاز درشت نباشه توی این غذا و توی این فاصله میذاریم که پیاز طلایی بشه، سرخ بشه، طلایی رنگ بشه. خب همون جوری که مشاهده میکنید، عدس موقع جوش اومدن یه سری کفای سفید روش قرار میگیره که اگر در رو روش قرار میدادید حتما سرریز میکرد. به همین خاطر وقتی میخواید دیگه در رو روش قرار بدید و زیرش رو شعله زیرش رو کم کنید و بذارید که بپزه، این کپ ها رو جدا کنید و بعد در رو روش قرار بدید و بذارید با شعله کم پخته بشه. خب الان میتونیم در قابلمه رو بذاریم و شعله رو کم کنیم، بذاریم حدود نیم ساعت تا 40 دقیقه بپزه. پیاز رو سرخ میکنیم. تو این مرحله سیر رو اضافه میکنیم. سیر رو با رنده ریز رنده کنید. ببینید شما ادویه که حالا ما ادویه‌مون زردچوبه، کمی دارچین و فلفل قرمز هستش، ادویه رو به سیر اضافه میکنید. بازم میگم خدمتتون، این فلفل خیلی سلیقه‌ای هستش، یعنی شما اگر اهل غذاهای تند نیستید فلفل زیادی اضافه نکنید، ولی خب این غذا با فلفل قرمز خیلی خوشمزه است. توی پیاز بعد از اینکه کمی سیر رو تفت دادیم، یعنی نیازی نیست سیر سرخ بشه، کافیه کمی تفتش بدیم. بعد از اینکه کمی تفتش دادید، الان موقع اضافه کردن رب گوجه هستش. رب گوجه هم اضافه میکنید و ببینید در همین حد کافیه، نیازی نیست خیلی این غذا رب گوجه سرخ بشه یا سیر سرخ بشه. ببینید عدس چه شکلی شده.
من مواد رو اضافه میکنم. یادتون باشه که سیب زمینی رو وقتی پخت شما باید له کنید و توی موادتون اضافه کنید. شما همین غذا رو با شعله خیلی کم میذارید میپزه و بعد از 30 دقیقه آماده است. نمک هم الان اضافه میکنید. در قابلمه رو میذاریم و بعد از 30 دقیقه من دوباره بهتون نشون میدم. خب شعله رو کم کرده بودیم تا عدس پخته بشه. الان نگاهی میکنیم ببینیم چه وضعیتی داره. من خیلی کم به حد نصف استکان آب اضافه کردم. ببینید عدستون نباید آهکی باشه، باید سفت باشه. ببین الان وقتی همش میزنیم چه حالتی داره. من کمی از این عدس برای شما کشم که خیلی بهتر دیده بشه توی ظرف. برای تزیینش میتونید از کمی پیازداغ استفاده کنید. منتها غذای ساده یه، یعنی واقعا نیاز به تزیین نداره. یادتون نره دکمه سابسکرایب رو بزنید و جزء مشترکین کانال ما بشید. ممنون، خدا نگهدارتون.